نهاد حقوق بشری هیومن رایتس واچ در گزارشی که ساعتی پیش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر ساخت، کارنامه حکومت در سال گذشته را بدترین و بی سابقه ترین کارنامه توصیف کرده است. جزئیات بیشتر را رضا یگانه شرح می‌دهد. حکومت ایران در سال میلادی 2017 کارنامه بیسابقهای از سرکوبگری و نقض حقوق بشر از جمله در موارد مربوط به آزادی بیان و ابراز عقیده محاکمات عادلانه برابری جنسیتی و آزادی مذهب از خود به جا گذاشته است گروه حقوق بشری هیومن Rights Watch موسوم به دیدبان حقوق بشر در گزارش امسال خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که امروز منتشر شد ضمن این نتیجه گیری می گوید عوامل سرکوبگر در نیروهای امنیتی، قوه قضاییه و نهادهای غیرمنتخب منتخب حکومتی نظیر شورای نگهبان به چنگ اندازی خود بر سیاست گزاری ها و نیز سرکوب حقوق بشر ادامه دادند. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دهها روزنامه نگار چهرههای سرشناس در های کارگری و فعالان در رسانه های اجتماعی را احضار بازداشت و شکنجه کردند چندین مدافع و فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر کماکان در زندان نگاه داشته شدند. دادگاه های انقلاب چندین فعال سیاسی و شماری از ایرانیان دارای تابعیت‌های خارجی را با وارد ساختن اتهام های مبهم علیه امنیت ملی به مجازات های طولانی حبس محکوم کردند که با حقوق مشروع و قانونی آنها در تضاد است. سارا لهوتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر میگوید سیاستگزاران در ایران کاملا روشن ساختند که برطرف ساختن موارد متعدد نقض حقوق بشر در دستور کارشان نیست و مقاماتی که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند و دیگرانی که علیه نقض حقوق بشر هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهند مسئول وضعیت بد حقوق بشر در ایرانند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود همچنین به گزارش های دیگر گروه های حقوق بشری نیز درباره اعدام دست کم 476 نفر صدور حکم اعدام برای چهار نفری که در ایام کودکی مرتکب جرایم انتصابی شدند و صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی دانشمند سوئدی ایرانی تبار به اتهام جاسوسی اشاره کرده است. رضایگان صدای آمریکا واشنگتن